با درود خدمت شما عزیزان، پیرو سوالات متعدد در مورد بازار، بورس، دلار، هرچند که ما این مفاهیم رو هر روز یا هر هفته تکرار میکنیم، ولی خب متاسفانه جامعه مستاصل شده و ترس از این که سرمایهش رو از دست نده باعث شده که تمام ذهنیتش حول قیمتها بچرخه. دوستان، در این زمینه باید به شما بگویم که سیستم در حال پردازش تفکرات شماست و نظام سلطه جهانی روزانه اطلاعات همه جهان رو پردازش میکنه و به واسطه این داده هایی که شما دارین به سیستم میدین، تعاملاتی که دارین، راهکار رو برای از بین بردن سرمایه شما عملا هموار میکنه. خیلی در شبکه های مجازی میبینم که متاسفانه افراد میان در مورد دلار صحبت میکنن و میگوین دلار سال آینده قراره بشه 100,000 تومان، 75,000 تومان، بعضن 200,000 تومان. ببینید دوستان، ذهنیت سازی مقدمه نابودی و هل دادن شما به سمت هدفه. شما نگاه کنید، مثلا یه نمونه بسیار کوچیک و خدمت شما عرض میکنم، همین کوروش کمپانی که در موردش صحبت کردیم، یک ذهنیتی به واسطه سلبریتی جماعت با تبلیغات با حمایت دولت و نظام ایجاد شد و باعث شد مردم این گونه به چاه بیفتن. یعنی ذهنیت ایجاد شد، شما اطمینان کردید، باور کردید و رفتید در کوروش کمپانی سرمایه گذاری کردید. این ذهنیت از کجا ناشی میشه؟ از فضای مجازی و سلبریتی هایی که در این فضا فعالیت میکنن، با 20 میلیون، 30 میلیون، 100 میلیون تومان تبلیغ میکنن و ذهنیت برای شما درست میکنن. دقیقا ذهنیتی رو که در زمان بورس درست کردن. آن زمان ما گلومون پاره میشد و بعضا هم فوش میخوردیم، میگفتیم آقا این دامه، نه فلانی رفت تو بورس پولدار شد، فلانی رفت توی بورس زندگیش از این رو به اون رو شد. تبلیغات گسترده در فضای مجازی از هان آماده می شد، همه دهن به دهن همون حرفای مجازی رو تکرار می کنن و همه هدفمند به سوی یک باطلاق هدایت می شن. حالا نمونه های متعدد بگیر، از پدیده شاندیز، پیش فروش خود رو، قیمت دلار و همه چیز به واسطه این فضای مجازی به شما القا می شه. دوی دنیا نظام سلطه جهانی دو چیز رو مجانی در اختیار بشر قرار داد، واکسن و فضای اینترنت. فکر کردید مثلا از سال 2010 که فیسبوک اومد در فضای مجازی ایران باب شد، اینا دیوانه بودن که بیان یک فضای مجازی رو به شما بدن که هر روز شما از خوراک روزانه‌تون، از لباستون، از دوست دختر، دوست پسرتون، از هیکلتون عکس آپلود کنید. اینها پیش زمینه بود برای اینکه افکار سازی کنن. همین الان هم در مورد انتخابات افکار سازی شده. مردم بعضن احساس میکنن که مثلا با شرکت کردن یا نکردن در انتخابات تغییری در واقعیت بازی رخ میده. خیر، برای شما به واسطه مدیا افکار درست میکنن. اگر دلشون بخواد شما در انتخابات شرکت کنید، براتون یک چیزی در میارن مثل خاتمی روحانی، یک جوی درست میکنن، شما هم مثل سیاهی لشکر در اون جو قرار میگیرید. اگر هم نخواهن درست کنن، همین اتفاق میفته که مثلا شما میبینید اکثریت الان گارد گرفتن که مثلا ما در انتخابات شرکت نمیکنی و وقتی نتایج میاد بیرون، جامعه یک دلسردی عجیبی پیدا خواهد کرد، چون هدفمند دارن این برنامه‌ریزی رو انجام میدن. در ویدیوهای قبلی صحبت کردیم. برای این موضوع باید از این ماتریکس خارج بشی. نگاه به این بلا نسبت حیواناتی که معتاد شدن به این فضای مجازی نکنید. اینها بابت مشکلات خودشون 10 میلیون 20 میلیون همه کار میکنن. اینها رشد پیدا میکنن و بنگاه‌های اقتصادی از این ابزارها استفاده میکنن تا هدف خودشون رو در بازار پیاده کنن. سلبریتی که در اینستاگرام میگه منو فالو کنید تا بهتون بگویم چگونه سرمایه هاتون رو افزایش بدین، دلار قراره بشه 280,000 تومان، طلا قراره، اینها همش خزعبل دروغه. ما به شما گفتیم این دوره جدیدی که شروع میشه، شما باید تراکنشاتون به حال مبادلاتتون رو با دولت کم کنید تا بتونید سرمایه هاتون رو حفظ کنید. هر چقدر تراکنش های شما با دولت ها بیشتر باشه، شما سرمایه تون از بین میره. در این
موجی که بلند شده، سرمایه هایی که طی چندین سال اینها ایجاد کردن و پول ها و اون عدد های دیجیتالی که در حساب شما هستش نمیتونن به صورت اتفاقی همه رو بگیرن، باعث میشه یک موج ایجاد شه، اعتراضات و ممکن از دستشون خارج شه. برای همین به واسطه تورم، به واسطه تلاطم در بازارهای مختلف، به واسطه مالیات دارن نقدینگی های شما رو جمع میکنن، مالکیت شما رو سلب میکنن و تنها راه شما خروج از ماتریکس و تولید ثروت هست. شما باید تلاش کنین، مهارت یاد بگیرین و با ایجاد بنگاه‌های کوچیک و با مشارکت چند تا از کسانی که میشناسین یا متخصص هستن کنار هم بیاین درآمدزایی کنین. شما حتی اگر بدونید دلار سال آینده چقدر میشه، دیگر نمیتوانید ازش استفاده کنید. اگر بدونید طلا چه اندازه‌ای میشه، دیگر نمیتوانید از آن درآمدزایی کنید. راه ها بسته شده. الان فقط و فقط باید با تخصص، با مهارت، با شناخت نیازهای جامعه خدماتی رو ارائه بدیم، محصولاتی رو ارائه بدیم که بتواند نیازهای جامعه رو برآورده کنه و جامعه بابتش هزینه کنه. بنگاه‌هایی که تو ثروت تولید می‌کنن، پول به دنبال اونها خواهد دوید. ولی این تفکری که اکثریت جامعه ما رو گرفته و تفکر دلال مسلکی هست و همه نشستن که ببینن چی بخرن چی بفروشن، باعث میشه که زندگیتون رو از دست بدید. یه سری آدم ها میان در مورد فارکس صحبت میکنن. دوستان، با تجربه چندین ساله، با پیشنهادهای وسوسه انگیز برای جذب مشتریان، با پلتفرم‌های مختلف، به شما میگم همه اینها در دراز مدت سرمایه های شما را از بین خواهد برد. رمز ارزها، بیت کوین، تتر، اتریوم، اینا همش بازی NSA امریکاست. شما بعد از بحران های اقتصادی دیدین که بیت کوین سر از به حال پیله خودش بیرون اومده، مردم رو به سمتش سوق میده. چه ارزشی داره شما خریدن یک کالایی که با قطع اینترنت، با قطع شبکه سراسری، با هک شدن شما از دست میدید؟ شما اگر یک بنگاهی داشته باشید، یک زمینی داشته باشید، یک محصولی داشته باشید، قابل داد و ستده. اگر یک کالایی مثل طلا داشته باشید، یک کالایی مثل برنج داشته باشید، شما میتونید این رو تهاتر کنین، داد و ستد کنین، معامله میشه. ولی میای به شما میگم بیت کوین قیمتش انقدر دلاره. این واقعیت باید متوجه شید. این مسخره است. بعضی ها ویدیوهایی میفرستن میگم بیت کوین در سال 2037 میشه به 1,000,000. حتی اگر 1,000,000 دلار هم بشه، نونی که امروز میخرید 20,000 تومان میشه 200,000 تومان. شما به فکر درآمدزایی باش. ذهنیتت رو از دلالی خارج کن، از اینستاگرام فاصله بگیر. اگر روزی 3 ساعت تو اینستاگرامی بکن، 1 ساعت پیج هایی که به دنبال فالو هستن و این به حال لغات رو استفاده میکنن، بیا تو پیج من، بیا بهت پکیج بفروشم، بیا مشاوره کنی، اینا همش دروغه. اگر کسانی که توانایی درآمدزایی داشتن در فضای اینستاگرام نمی اومدن، آدم‌های گنده، ثروتمندان، شما نمی‌بینی در فضای مجازی بیان شعاف بدن که چگونه دیگران رو ثروتمند کنن. برای همین فکرتون رو از خرید و فروش بذارید بیرون، فکرتون رو بیاریم به تولید ثروت، یاد گرفتن یک مهارت که جامعه و اون جغرافیایی که هستیم بابتش هزینه کنه. لطفاً از این خرید و فروش، قیمت دلار، قیمت بورس چی میشه، اینا خارج بشید. شما باید از این ماتریکس بیاین بیرون. تا زمانی که در این ماتریکس هستین میتازونن، برای شما بر صورت اطلاعات غلط تولید میکنن، همه رو هول میدن به سمت این اطلاعات و نهایتاً دیدیم که نمونهای کوچک و بزرگ مثل حدیده شاندیز، مثل کوروش کمپانی، مثل بورس و الی ماشاءالله که از این بازی ها هست و سرمایه مردم رو خورد میدن. در این مورد بیشتر فکر کنید، درگیر نکنید. دوره دلالی تمام شده. این بازی ها برای حذف نقدینگی از سطح جامعه است و رفتن به سمت رمز ارزها و اعتبارات اجتماعی. وقتی قدرت خرید رو از مردم بگیرن، وقتی سرمایه ها رو از مردم بگیرن، مردم بنده دولت ها میشن. نمونش رو دیدید، فجرانه 35 میلیون آدم رفتن از این کالاها استفاده کردن. علاوه بر کوالیتی بد این کالاها، علاوه بر این که تمام این کالاها عملا محصولات تراریخته بود و اکثرا اون محصولاتی که استفاده کردن، حالا جایز است اینجا صحبت کنیم، به این نشون داد که به جامعه 35 میلیون نفر رو، آدم رو با هر شلاقی میشه هدایت کرد، چون جامعه فقیر شده و جامعه‌ای که به دنبال یارانه باشه، به دنبال پول مفت باشه،
برده سیستم خواهد شد. این یک خطری هستش که متاسفانه داریم میبینیم جامعه افتاده توش و دنبال پول مفته و حاضر نیست برای یک کاری که ممکنه شاید 5 سال دیگه در به حال به سوددهی برسه هزینه کنه. همه به دنبال این هستن که یه چیزی بخرن فردا گرون بشه و این تفکر غلط که تقریبا 20-30 سال در جامعه ایران باب شده و هنوز به راحتی نمیتوان مردم را از خواب خرگوشی بیدار کرد، بلای جان جامعه خواهد شد و خواهیم دید طی چند سال آینده کسانی که از این خواب خرگوشی بیدار نشن زندگی خودشون رو به باد خواهند داد و محتاج دولت‌ها برای یک لقمه نان خواهند شد.